دوستان عزیز السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. رسیدیم به جلسه 13 درس ترافیکی کالیفرنیا یا جلسه اول تست سوم یا امتحان سوم. در اینجا چند نکته را لازم می‌بینم یادآوری بکنم. نکته اولی که البته این نکات در آغاز هر تست یادآوری میکنیم. نکته اولی که اگر کدام خواهر و برادر میخواهد که نمی درس ها را به زبان انگلیسی بخونه، ما 4 وبسایت 4 مرجع را برای شما معرفی میکنم. به اون مراجع شما مراجعه کنه و نام ایالتی که زندگی میکنه، در هر ایالتی که هست رو انتخاب کنه، بعض درس های مربوطش می و به زبان انگلیسی میتونین که شما تعقیب بکنید. خب 4 تا وبسایت در اینجا است. وبسایت اولی 24 تست داره، هر تست 36 سوال و هر سوال 3 جواب. وبسایت دومی 18 تست، وبسایت سوم 5 تست و وبسایت آخری هم 16 تست. اینا برای شما نزدیک میارم. نکته دومی که یادآوری میکنم این است که شما درس ها را از ابتدا از ویدیو اول تعقیب بکنه بهتر است و دلیلش این است که اتقاضا را میکنم بعضی مواردی که اینجا پیش میه ما زیاد بالای از اون نمیپیشم و زیاد توضیح نمیتم به خاطر که در ویدیو قبلی توضیح داده شده. مثلا در مورد کرب، اگر برای کسی امین و آشنا باشه کرب چی را میگه، عکسش چی رقم است، معنایش چی است، یه در ویدیو قبلی توضیح دادیم. بنان اگر شما از ابتدا ببینین وقتی در اینجا ما کرب میگیم برای شما حل است، یا به مثل از هر چیز دیگه که پیش میاد و نمیفهمین معنایش هم متوجه نمیشین، او را از ابتدا باید شما از ویدیو اول تعقیب بکنین. و نکته سومی که اگر شما یک ویدیو را از منوی هوم یا ویدیو، یعنی از یکی از دو منوا یا ویدیو یا هوم پلی کنین، ویدیوی بعدیش با مسلسل پلی نمیشه. نامه اگر شما از پلیلیست یکش پلی کنین، مثلا اول پلی کنین با دوم، سوم، چهارم، در هر چیزی که شما پلی کرده باشه در تلویزیون خانه یا کامپیوتر یا تلفن های دستیتان خودش اتومات پلی میشه. یا مثلا پلیلیست میرین ویدیوی پنجم پلی میکنین، با مجردی که خلاص میشه با 6-7 خودش اتومات میاد تا به آخر. و اگر میخواین که از ویدیوهای بعدی آگاهی پیدا بکنین، در مورد ویدیوهای بعدی رای شمی است که شما سابسکرایب بکنین چینل هم و زنگ آگاهی را فشار بتین، در اینجا دکمه آل انتخاب کنین. آل که انتخاب کردین هر ویدیو بعدی که نشر میشه او برای شما خبر داده میشه، یعنی برای شما نوتیفیکیشن میاد که ویدیو دیگه نشر شده. و نکته آخری یا خواهش شخصی است، اگر از این درس ها چیز میاموزین که لیسانس میگیره یا پرمیت میگیرین که در دوش انشاءالله شما را کمک میکنه، حتی کسایی که لیسانس داره و فکر میکنه بعضی قوانین ترافیکی را فراموش کرده، اگر این قوانین فراموش کرده باشه این ویدیو را ببینه، انشاءالله دقیق از اونها هم چیزی میایم. بنان از همه که شما خواهش ما که اگر چیز میاموزین یک دعای خیر دقمو بکنین. تشکر. سوال اول، اگر تماس تایر با سرک به خاطر آب کم می شود شما باید چی بکنین؟ یعنی اگر در سرک آب نباشه و خشک باشه، خود تایر با سرک خوب تماس داره، می چسبه به اصطلاح ساده و پیش میره، بدل شما بریک میکنه همه چیز. اما اگر آب باشه باز تماس تایر با سرک کم میشه، به زبان انگلیسی برش میگن هایدروپلین میشه. بنان شما باید چی بکنین؟ یعنی امو لغزندگی یا لغزندگی پیدا میشه شما باید چی بکنین؟ اول سرعت مداوم را به خاطر تماس بهتر ادامه دهید. میگه شما سرعت خود ادامه بتین و پیش برین، یعنی پیش برین، مثلا همیش 45 میرفتین و پیش هم 45 بود، سر آب هم کرسیدین 45 ادامه بتین. و این میگه به خاطر تماس بهتر است، یعنی تماس یعنی تایر دوباره به زمین میچسبه. بچه میگم جواب به محکم فشار دادن بریک به خاطر جلوگیری از لغزش موتور. میگه شما بریک محکم فشار بتین تا ای که جلوگیری بکنه از لغزش موتور یا از لغشیدن موتور جلوگیری بکنه، شما بریک محکم فشار بتین. و جواب جیم میگه تدریجا آهسته نموده و بریک را فشار ندهید. میگه به شکل آهسته آهسته سرعت موتور کم کنین، یعنی پایتون اثر اکسلیتر کم کم پاس کنین و بریک میگه فشار نتین. و خب اولی که جواب درست کدام است؟ در الف ب جیم جواب درست است جیم. و دلیلش این است که اگر شما بریک فشار دادین و زمین تر باشه موتر میلخشه، که میلخشه خدای نخواسته شما حادثه میکنین.
از این خاطر خوب است که وقتی که سر آب رسید تایر موتر، اول کم کم پایتان اثر اکسلیتر پاس میکنین که سرعت موتر کم شود، اما بریک فشار نمیتن. با مجرد که سرعت موتر کم شد، بازنم تراکشن یا به اصطلاح امو تماس تایر موتر با سرک بیشتر میشه، زیاد میچسبه، یعنی موتر زیر کنترل شما در اون حالت میایه. سوال دوم، میتوانید از یک موتر سبقت بگیرید زمانی که، یعنی اصل سوال اینطور است که در کدام زمان شما میتوانید از یک موتر دیگه چی بگیرید؟ سبقت بگیرید، یعنی پیش روید از پولی ازون. الف، در تپه یا، خب ما اینجا سه کلمه وطنی را استفاده کردیم، هر کدامش که برای شما راحت تر است. تپه را کل ما شما میگیم تپه، اما بعضی ها گردی میگه، بعضی ها گرده میگه، بعضی ها گولایی میگه. من در عکس برای شما نشان میتونم. این همی حالت ها، بعضی ها گردی میگه، بعضی ها گولایی، بعضی ها گرده. امتی ها گرده است یا امتی ها گولایی است. خب، اصل جواب که میگه در تپه یا گولایی هستید. در این حالت میگه شما میتونی از دیگر ها سبقت بگیری، پیشوی. و جواب به در یک سرک هستید و خط نابریده طرف شما است. اگر شما در ویدیوهای قبلی متوجه شده باشین، من خط بریده و خط نابریده همگی رو برای شما توضیح داده بودم. گفته بودم که اگر خط بریده در طرف شما باشه، شما میتونید در اون سرک دیگه خود پارتن یا خطتان تبدیل کنین، خوب پیش برین، با پس دست راز بین، یعنی از این موتر پیش شوین. وقتی که پیش شدین با دست راز پس دمی خط خود پارتن، اما اگر در طرف شما خط نابریده باشه، با شما این کار را نمیتونید و با عکس در ویدیوی قبلی توضیح داده بودیم. بنان اگر برای شما نوزم این نو است یا فراموشتان شده، لطفا به ویدیوی قبلی مراجعه نمایید. در اینجا میگیم که در یک سرک هستید و خط بریده طرف شما است، یعنی جواب جیم میگه که شما در یک سرک هستید و خط بریده یعنی قط قط شده در طرف شما است. خب در این سه جواب کدامش درست است؟ جواب جیم دریجه درست است، چون وقتی که خط بریده طرف شما بود، شما میتونید دو سرک دیگه خود پارتین خوب پیش برین، خوب پیش رفتین، یعنی موتور را پیش کردی، پس به خط خود بیاین. سوال سوم، چهارراهی مداور را استفاده میکنید راننده باید، یعنی شما از یک چهارراهی مداور، از یک چهارراهی گرد استفاده میکنید، راننده یا دریور چی باید بکنم؟ ما بر شما یک چهارراهی را نشان میتم دریجه. خب شما اینمی چهارراهی را مد نظر بگیرین، در این چهارراهی شما هستین، این قرار است که داخل شوین، چهارراهی مداور از گرد است. خب در اینجا میگه شما چی بکنین یا چی باید بکنین؟ الف، در وسط چهارراهی مداور توقف نمایید، یعنی در وسط امی چهارراهی که رسیدین شما در اینجا توقف نمایید. بی میگه به ترافیکی که از قبل در تقاطع است را دهید، یعنی ترافیکی که از قبل از شما داخل امی چهارراهی شده، میگه بر از او حق والا بتین را بتین. و جیم میگه به ترافیک داخل شونده راه دهید، یعنی او ترافیکی که تانو داخل چهارراهی نشده، داخل شونده، یعنی از این پس داخل میشه یا قرار است که داخل شوه، میگه حق والا بر از او بتین. خب جواب درست ما در اینجا میگیم که به ترافیکی که از قبل در تقاطع است راه دهید، یعنی اونو ترافیکی که از قبل داخل همی تقاطع چهارراهی سه‌راهی شده، اول میگه بر از او راه بتین. خب مهم در سوال چهارم، در مورد رانندگی و استفاده از دوا کدام یک درست است؟ میگه در مورد ای که یک نفر هم رانندگی میکنه، یعنی دریوری میکنه و هم دوا خورده، کدامش درست است؟ دوا را در ویدیو قبلی انواعش گفته بودیم، یکی دوایی است که نسخه دکتر است، یکی دوایی است که شما خودتان بدون نسخه دکتر میگیره، یعنی قانونم فروخته میشه. مثلا یک کس میگه سردردی یا پای دردی، دوایش است میخره بدون نسخه دکتر. و یکی میگه رقم دوایی است که زیاد تسکین میکنه و بعضی ها به شکل غیر قانونی از هر جایی پیدا میکنه استفاده میکنه. خب در اینجا سوال همی است که در مورد رانندگی و استفاده از دوا کدام یک درست است؟ الف، اکثرا دوای سرد خب آلود میسازد. جواب الف چی میگه؟ میگه حتی کولد میدیکیشن یا دوای سرد هم چی میکنه؟ انسان خواب آلود میسازد. که خواب آلود شوی و دریوری بکنی خب طبعا خوب نیست. جواب به چی میگه؟ دوای بدون نسخه توانایی رانندگی را تخریب نمی نماید، اگر به مقدار هدایت شده گرفته شود. میگه اونمو دوایی که بدون نسخه یا دوایی که بدون نسخه شما گرفتین و توانایی رانندگی را تخریب نمی کنید، به شرط از این که اما مقداری که باید بگیری اونمو مقدار میگیری،
اما مقدار را که باید بگیری که مثلا برات میگه که یکی صبح یکی شب فرض مثال اونمو مقداری گفته شده اونمو را بگیری میگه رانندگی تا تخریب نمیکنه. جواب جیم چی میگه؟ دوایی که به نسخه دکتر باشد استفاده آن هر زمان محفوظ است. جواب جیم میگه دوایی که به نسخه دکتر باشد استفاده از او هر وقت محفوظ است. به این معنی که اگر از او استفاده کردی از او دوا و رانندگی هم بکنی هیچ مشکل وجود ندارم. خب در این سه جواب، جواب الف درست است که گفته بود اکثرا دوای سرد خواب آلود می سازد. یعنی حتی اگر نسخه دکتر هم باشه یا اوور ده کانتر بری بگیری، بدون نسخه دکتر بگیری ولی یک دوای قانونی رو بگیری، اردوی از این باز هم خوب نیست. حتی دوای سرد هم میگه خواب آلود می سازد. بنان ریکومندیشن یا توصیه یا سفارشی است که وقتی از دوا استفاده کردی رانندگی نکنید. خب سوال پنجم میگه نزدیک تقاطع می شوید که چراغ زرد پلکزن دارد. یعنی شما در یک تقاطع یا سیرایی یا چهارایی هرچی باشه، شما در این تقاطع نزدیک میشین، با مجردی که نزدیک میشین میبینین که چراغ زرد پلکزن، یعنی که چراغ زرد است، مثلا سرخ میباشه با زرد با سبز، اینه چراغ زرد است ولی گل روشن میشه پلکزن، یعنی پلک میزنه. ما برای شما در اینجا عکس نشان میتم. این چراغ شما میبینین چراغ زرد، این چراغ زرد پلکزن است یعنی پلک میزنه. اگر میگه شما به نمود یک حالت مواجه شدین چی میکنه؟ خب در اینجا با جواب ها میپردازیم. جواب الف، قبل از عبور تقاطع، قبل از عبور تقاطع توقف نمایید. یعنی قبل از اینکه از تقاطع تیر شوین شما یک توقف کنید. این جواب الف میگم. جواب بی چی میگم؟ آهسته نموده و با احتیاط عبور نمایید. میگه اول آهسته کو موتره، یعنی استاد نکو، توقف نکو، آهسته کو و با احتیاط از چارایی عبور کو. جواب جیم چی میگه؟ قبل از عبور، قبل از عبور یا قبل از پیش رفتن، خب میل شما که هر کدومش برای شما راحت تر است. قبل از عبور یا قبل از پیش رفتن، یعنی به طرف چارایی پیش میشی، منتظر چراغ سبز باشید. یعنی جواب جیم میگه که قبل از اینکه عبور کنی چارایی را یا پیش بیده چارایی، منتظر بون که جواب، منتظر باش که چراغ سبز شود. خب در اینجا جواب بی درست است. ما برای شما در اینجا نشان میتم. وقتی که زرد پلک میزد، پلک زدن بود، شما آهسته میکنید اما استاد نمیکنید. آهسته میکنید و از تقاطع با احتیاط عبور میکنید، اما وقتی که سرخ پلک میزد بودی مانو استاب ساین هم میتونه، یک دفعه استاد میکنی، وقتی که محفوظ بود باز پیش میری، یعنی یک از دیگه پیش از خودت استاد کرده بود، اول او رو حق میتی، باز نوبت خودت میشه، باز میری، یعنی مانو استاب ساین هم دارد، من یک دفعه استاد میکنی، وقتی که محفوظ بود پیش میری، اما زرد مانوش ای است که آهسته میکنی و با احتیاط عبور میکنی. و سوال ششم میگه این علامه یک نوع نقطه نقطه نشان میدهد. یعنی این علامه اینی چه نشان میدهد؟ اول راست دور خوردن، ب تقاطع و جیم خط تبدیلی. خط تبدیلی که لین یا خط تبدیل میکنی، تقاطع همون سیرایی چارایی، و راست دور خوردن که راست دور خوردن است. مول برای شما میگم که کدام میگه. خب گرچن این علامه و این علامه اردوش یک چه، خب یعنی بیشتر منظورش چار را نشان میدن، یعنی تقاطعی که چار را دارن و این تقاطعی که سه را داره نشان میتن، ولی اینمی سوال بردوش اشاره شده، یعنی اشاره کرده میتونم یا میشه بگم بردوش اشاره دارم، ولی فعلا در سوال ما منظور ما اینی است که این علامه یک تقاطع را نشان، اینم گفتیم که این علامه یک نوع نقطه نقطه نشان میدهد، بنان اینمی تقاطع را نشان میتن که اگر این شکلش بود یعنی چهار را است، اگر این شکلش هم بودین سه را نشان میتونی، از این طرف، از این طرف و از این طرف، اما رو باری چیزی ندارم. بنابراین از دوش یک نوع تقاطش، ولی سوال ما فعلا دینی بود که را نشان میتونم. خب دوستای عزیز، ما جواب شش سوال پیدا کردیم که جواب سوال اول جیم بود، جواب سوال دوم جیم بود، از سوم بی بود، از چهارم الف بود، از پنجم بی بود و از ششم تقاطع یا بی. خب ما در ویدیوهای بعدی، یعنی ویدیوی 14 تا 18، هم تو 6 سوال تازه را مطرح میکنیم. اگر شما کدام نظر داشتین، پیشنهاد داشتین، نقد داشتین، حتما در کامنت نوشته بکنین. من در یوتیوب کامنت های شما را میخوانم. تشکر از توجهتان.